بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمو گران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوي جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بې ځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د میلانې او زړورتیا درناوی کوم چې د خپل ولس او وطن د دفاع په لاره کې په قوي هوډ ودرېدل. له خپل ولس نه هم مننه کوم چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ په کلکه ولاړ دي. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برایتان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می کنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد. ماتل ده افغانان آبادی سرلوالی اول نلی سر از سیالی گوخته او په همدی لاره بخبل حل زلو تا دوام برکوم. یشستن افغانستان، جوانده دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان.